اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب، احترام، تبریک میلاد پر از خیر و برکت و سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی از دوستان تماس گرفتن با بنده، پیام دادن، حضوری ما رو دیدن و گفتن خب چرا مراسم رو در داخل شهر تهران برگزار نکردید؟ چرا مثلا میدان امام حسین نگرفتید مثل سالهای گذشته؟ و پاسخ بنده این بود که ما اصرار داشتیم مراسم رو اینجا بگیریم. شما باورتون نمیشه، ما واقعا چندین مرتبه رفت که اینجا مکانش هماهنگ نشه و ما مصرانه ایستادیم. منی که اصلا به هیچ مسئولی زنگ میزنم من که کاری انجام میشه تماس گرفتم، یعنی رو انداختم. برای چی؟ به خاطر اینکه یه پیام داره عرایز بنده و این اتفاق، این که ما تنها مسیر ظهور رو کاری که این عزیزان کردن میدونیم و هر نوع انتظاری جز آن مدلی که این شهدا انجام دادن رو به رسمیت نمیشناسیم و راه ظهور راه همین هاست. و میبینید عزیزن، میبینید محبوبن، میبینید مقبولن، میبینید دلبری میکنن، چون این ویژگی هر کسی است که از خدا بترسه، خدا رو دوست داشته باشه. خدا کاری میکنه که مردم دوستشون داشته باشن و دشمنان ازشون بترسن. و نمادین بود در روزهایی که خیلی ها درگیر خونه تکونی هن، خیلی ها مسافرتشون آغاز کردن و مسافرت رفتن، عده‌ای اینجا رو به قرارگاه خودشون تبدیل بکنن برای تجدید بیعت با امام زمان، برای استغاثه از درگاه خداوند متعال، برای ظهور در کنار قبر مطهرین شهدا. خداوند متعال می فرماد در حدیث قدسی: عبدی اطعنی اجعل که مثلی او مثلی، تو اطاعت کن این خودم میشی. انا حی لا اموت، من زندم نمی میرم. اجعل که حی لا تموت، قرارت میدم زنده ای که نمیرد. بل احیا اون اند ربهم یرزقون، و اینام زنده. انا غنی لا لفتقر، من غنی و بی نیازم که فقیر نمیشم، برای تو هم همین کارو میکنم. من هر چه بخوام میشه، هر چی بخوای بشه، فقط رازش اینه که تو مطیع باش واسه این اتفاقا میافته یا نه. پس باید صفاتی در ما شکل بگیره که ما آینه صفات الله باشیم. مردم ما رو میبینن یاد خدا بیافتن. یکی میبیندمون میگه یکی از القاب امیرالمومنین آیت اللهه، میگه او رو نشانه خدا ببینن، آدرسی که تا ببینن یاد خدا میفته. انقدر یاد خدا میافتادن که یه ده اشتباه کردن به خودش گفتن خدا. انقدر این صفات الله در وجود نازنین ایشون تجلی پیدا کرده بود و متبلور شده بود. آینه تمام قد صفات الله امام زمان عجل الله. در بین اهل بید علیهم السلام در زمان امیرالمومنین یکی این فرصتی خورده پدیدار شد که تمام وجوه جلوه کند، هم حکومت داری، هم بخشش، هم جنگ، هم صبر، همه اینها. و دوباره این اتفاق در زمان فرزند ایشون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رخ خواهد داد. و اگر میخوایم ظهور شکل بگیره، ما هم باید سعی بکنیم او آینه خداست، ما آینه او باشیم، ما آینه امام زمان باشیم. میگه با خبر باش که هنگامه استقبال است، 313 آینه و یک تمثال است. میگه اون 313 نفر انگار آینه های او هستند. مبادا فقط به این فکر کنیم که آقا این صفت رحمت در ما تجلی پیدا کنه و غضب به دشمن نداشته باشیم. این آدم ناکارآمدیه و شخصیت کاریکاتوریه.
ما بعضا عاشق برخی از صفاتیم و چون دقت بفرمایید، نکته ظریفین، و چون معصوم، هیچ کس چون معصوم اون صفات در او تجلی نمی کنه، از معصوم خوشمون میاد، چون از اون صفات خوشمون میاد. اما بقیه شاید صفات رو نپسندیم. آدمی هستیم اهل غضبیم، از شمشیر زدن امیرالمومنین خوشمون اومده، چون اهل غضبیم از شمشیر زدن امیرالمومنین خوشمون اومده. سکوتش در مقابل غاصبان خلافتش همچین میبینی به دلمون نمیشینه. یه چون این کسی در آخر زمان سقوط خواهد کرد. این جامعیت باید توامان باشه، یعنی صفات باید با هم باشه. یک مشاجره خانوادگی اتفاق افتاده بود و از بنده خواسته بودن میانجیگری بکنم. به اون خانم عرض کردم که خب من توصیه میکنم شما مثلا این کارا رو انجام بدید. اونم چی بود؟ ارجاعشون رو دادم به اهل بیت. گفت نه. یه خانم محجبه یه چادری. گفتم چه تو خیلی عجیبه. خب چیه، من برم میخواد به من بگه گذشت کن دیگه. گفت نه، من اماما رو تو این بخش قبول ندارم، شرمنده. بعد گفتم خب چی؟ گفت آها، اماما به ما یاد دادن ظلم قبول نکنیم، زیر بار ظلم مادر شوهر نریم، زیر بار ستم خواهر شوهر نریم. اماما اینو از ما خواستن، گذشت نه، دست شما درد نکنه. ما یه صفاتی رو سلکت میکنیم، تیک میزنیم، میگیم ما اینو میخوایم و اینو نمیخوایم. بده همچین کسی آخر زمان سقوط میکنه. او اصلا از امام خوشش نیمده، اون صفت که در درون خودش هست، چون ائمه نمونه اتم و اکمل بروز اون صفات هستن، از اون صفت خوشش میاد، چون امام اونجا شده مستاقش، تمام شد. اینو کجا شما میبینید؟ ببینید روی کرده مردم و تفاوتشون در ارجاع دادن و رجوع به امام حسن و امام حسین علیه السلام رو ببینید، علیه ما سلام رو ببینید. انگار که انهو زبان املال با دیپلماتیک با امام حسن علیه السلام مواجهه میکنن. چرا؟ چون شمشیر زدن دوست دارن. یعنی آقا حالا باید بررسی بشه این صلح برای چی بوده، این آتش بسه برای چی بوده. و اصلا درکی هم از این آمیختگی این صفات به هم ندارن، چه بسا ترحمی نابجا که موجب خونریزی گسترده در آینده شود. میگه ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. بله، طرف میاد مثلا میگه نه مهربون باشیم، اسلحتون رو بذارید زمین، موشکاتون رو بذارید زمین، با دنیا دوستی کنید. خدا هم در آخر الزمان حجت تمام میکند. ماجرای اوکراین و روسیه رو دارید میبینید، 1900 تا بمب اتم از سه تا کشور جمع شدن، گفتن بیا داداش اینجا بشین، اینا باید بذاری کنار، روسیه، انگلیس، آمریکا. یکی از این ستا بهشون حمله کرد، روسیه، او رو تا دیگه هم در رفتن. میگه خودت به جنگ، حالا ما تو پلی‌استیشن قراره تیمای روسی رو حذف کنیم، قراره دعا کنیم، براتون دعا میکنیم. به قرآن اگه یکی این حرفا رو ما زده بودیم. بایدن داره میگه. بله اینه، اینا توامانه. ما اگر موشک میسازیم، موشکیه که درش رحمت هم لحاظ شده. موشک نماد غضبه. میگه چی؟ میگه حتما باید نقطه زن باشه، بغلی رو نکشه، اون فقط همینو میخواد بزن. اونا درکی از این مسئله ندارن. میگه آقا اسلحه برای کشتن، این حرفا چی چیه؟ آقا درک 200 نفر دیگه هم کشته شدن. نه، در مکتب تشیع و مکتب اهل بیت اینطور نیست. حقوق یه حیوان وسط جنگ شناخته میشه. وسط جنگ تمام شده بود، دو نفر داشتن روی اسباشون با هم بحث دینی سیاسی میکردن،
امیرالمومنین فرمودن صندلی نیستم بیاد پایین. جنگ بود تمام شد، الان دیگه اون صندلی شما مثلا بیاد پایین با هم حرف بزنیم، حیوان خسته است. آقای شکار تذرف بره میگین غضبه، بالاخره حیوان میخواد سر ببره. بله معقوله، برای چیه؟ برای اینکه از جان انسان حفاظت بشه. میگه شکار فقط برای گرسنگی، سفر شکار برای تفریح، نمازت کامل باید بخونی، سفر معصیته، گناه کردی. این مکتب اهل بیت، این مکتب شیعه است که افتخار میکنه بهش. اگر اولین قاچاقچی درست حسابی باش برخورد میشد، این همه شهید تو تونیر انتظامی نمیدادی. متوجه شدید؟ اما چی میشه که تو آخر زمان یه عده یا غضب میبینن یا رحمت؟ اینا هر دو منحرف. هرچند همینش هم گزینشیست. یعنی الان طالب رحمتن در مورد اوکراین، 7 سال لال شدن در مورد یمن. اونجا چشماشون بسته است. بای لوکیشنه، بر مبنای لوکیشن اینا دلشون میلرزه، به غضب میان. تمام این اتفاقها باید بیفتد. دو تا نکته داره. یک، شیعه ارزه داشته باشد اینا رو در بوق و کرنای رسانه‌ای کند، بگه دهنتون رو ببندید که ضعیف. وایستیم وزارت ارشاد و صدا و سیما و سازمان تبلیغات و چه میدونم اینا که متولی امرن بیدارشن تا کی؟ انشالله اینطور میشه، شروع هم شده، کار خوبی هم دارن میکنن. ما خودمون باید اقدام کنیم، ما خودمون باید اقدام کنیم. مورد دوم، حضرت حجت زمانی ظهور میکنن که حجت در دنیا تمام بشه. حجت باید تمام شه. و همیشه به این فکر میکردم که به فرض اگه الان ما در ایام ظهور باشیم، اون وقت اینکه پرچم یمن هدایتگرترین پرچمه یعنی چی؟ یعنی ببینید آقا جون، این اوکراین رو ببینید، این یمن رو ببینید. 7 سال صدا از هیچ کی در نیومده، تو 7 روز من یه سوال ازتون می‌پرسم، راست حسینی دیگه جواب اون بدید. این زلنسکی رو قبل این ماجرا کدومتون می‌شناختید؟ دستشون رو بالا. فقط 1 نفر تو جمع، 2 نفر، اما همه می‌شناسید. این چیه؟ اون قدرت رسانه ایشونه. کسی هم نمیگه که همین اوکراینی ها در دو منطقه ای که روس تبار بودن تو این سالا 15,000 نفر قتل عام کردن. ما که حالا موزم در مورد جنگ روسیه و اوکراین علنی گفتم که من دیدم تو کلاب هاوس یه سری از این خبرنگار اصلاح طلب گفتن رایفور اصلاح طلب شده. نه داداش، ما 10 سال همین حرفا رو میزنیم. شما اون بخش الان به دردت میخواد دوباره اومدی برداشتی. اون بخشی که به دردت میخورد. یه همچین آدمی صلح امام حسن نمیپذیره. وقتی امیرالمومنین به ابن ملجم فرمود تو منو به شهادت میرسونی و با خون فرقم ریشمو خضاب میکنی، ابن ملجم گفت من کسی رو در دنیا به اندازه تو دوست ندارم. اگر اون فرضیه رو بذاریم کنار که پسر زن یهودی را بگیرید، نکته دیگه چیه؟ یعنی آقا ابن ملجم چرا اینطور شد؟ پاسخ اینه. یه شب داشت یه کوچه میرفت، دید صدا زجه میاد از پنجره بیرون. نشست پای پنجره، دید یه زنی داره داد میزنه، میگه که ای علی بد کردی. تو مثل خلفای قبلی از غیر عرب فتوحات نداشتی، تو فقط با عرب جنگیدی و تو مسلمان کشتی و در جنگ های تو مسلمان کشته شد. ای علی، پسرم تازه ازدواج کرد. با زجه یه پیرزن، اون کسی که میگفت تو بیشتر من تو دنیا کسی رو دوست ندارم، دای ندبه، قتله و اشقل آخرین، شقیترین مردم آخر زمان شد. بیه قسم حضرت عباس بخور، آقا ظهور میکنه، دوتا از این احکام بده، من شما چپ نکن.
که این اتفاق میفته. تو قبل ظهور باید تمرین کنی اینا رو. وقت ظهور وقت مانور دادن نیست، وقت جنگیدنه. مانورها رو باید قبلش بدی. این جامعیت و ذو ابعاد دیدن مسائل فراهم کننده شرایط ظهوره. مؤمنین باید آینه تمام قد تا جایی که میتونن ولی معصوم بشن، خب اندازه خودشون، با اون صافی و با اون زلالی نمیشن، یه خورده کدرترن، اما تصویر کلی رو نشون بدن. هر چی میگردم بخوام مثال بزنم از شهیدا بهتر پیدا نمیکنم. خدا شاهد، یه تصویر وقتی شهید احمد کاظمی به شهادت رسید، از حاج قاسم اومده بیرون که سر گذاشته رو دوش بغلی داره زار زار گریه میکنه. اینه بچه دمی که مقالات غربی داشتم نگاه میکنم، گفت او این کیه؟ یه طرف این همون کسیه که کل خاورمیانه رو داره با سر انگشتش میچرخونه، تو چندین کشور داره تو امان جنگو کنترل میکنه، بعد اینجا مثل بچه گریه میکنه. خب یعنی چی؟ مگه ژنرال هم گریه میکنه؟ برای اونها اینجوریه دیگه، ژنرالاشو نباید گریه کن. هر چی تو ذهن میاد روایت ها رو میخونی میگه ای چقدر شبیه مهدی باکریه، چقدر شبیه حسین خرازیه، چقدر شبیه قاسم سلیمانیه. خیلی از من و شماها ایام جنگ رو درست درک نکردیم، یعنی توی سن و سالی نبودیم بتونیم درک داشته باشیم. خیلی‌ها که بعد جنگ اصلا پلاک شدید در 70ها و 80ها. یه چیزی از شهدا شنیدی بودید اینا چه جوری ان، اینا چیکار می‌کنن؟ بیا یه نفر زمان شما شهید شد تا بفهم. همین شکلی بودن. من به زرس قاطع به شما عرض می‌کنم شهید احمد کاظمی از حاج قاسم بالاتر اگر نبود کمتر نبود. هم رزماش برید بپرسید ببینید کی بود احمد کاظمی. یه حبی رو چسبیدیم، یه رجایی رو چسبیدیم، یه خوفی رو ول کردیم. آدم هم همینجورن. یه سری منبری داریم که فقط دارن میترسونن مردمو، منبری سخنران خودم هم میاد. یه عده هم داریم که کلن بهش میبخشن در ردیف اوکی بیاد همه تون جهنم من خریدم، هیچ یورا نمیدم، مجبور خدا همتون بفرسته بهش. اینا شخصیت های کاریکاتوری خواهد ساخت و در فتنه های آخر زمان قطعا سقوط خواهند کرد. در ثانی این آمیختگی این صفات، یعنی محبت ورزی عین خشم، یعنی چی؟ یه امیرالمومنین توی جنگ دست میشکند، خشم دیگه، دست طرف رو چیکوند، نداشت بهش محبت میکرد، دستشو میشکن که نتونه شمشیر دست بگیره، که کسی که شمشیر دست نمیگیره رو تو جنگ نمیکشن. تو سیره اهل بیت داشت نجاتش میداد، من تا زبون نفهم نمیفهم بهش میگم نه یا جنگ نمیفهمید میواد بهش و به دستتو بشکن برو. به این وسط خشمش تو محبت داری میبینی. امام اینه. یه روایت میخوام براتون بخونم، خیلی مهمه. اصلا این موضوع سخنرانی امسال رو گذاشتم فقط برای خوندن هم یه روایت، احتمال زیادم نشنیدید. اصول کافی جلد 1 باب استرار الی الحجه حدیث 5، ابان میگه که احول یعنی مؤمن الطاق یاره امام صادق به من خبر داد که زید ابن علی، امام سجاد یه پسری داشت به اسم زید، بهش میگن زید شهید، همین فرقه زیدیه چهار امامی از اون شیعه در مجبون نسبت بهشون مثبت. یه سری روایت داریم در مذمتشون، یه سری روایت داریم در مدحشون. روایتی که در مذمتش هستن سندی مشکل دارن، در مجموع اینور غلبه داره، کفه ترازو اینور سنگین تره. بعد یه روزی حالا فرصتی باشه راجع به زید صحبت بکنیم. خیلی هم مهمه زید. چرا؟ چون قیام قبل ظهور انجام داده. برای این کسایی که میگن نفی قیام قبل از ظهور میکنن، از زید خوششون نمیاد. میگه که زید ابن علی علیه السلام، زید ابن علی ابن الحسین
علیه السلام موقعی که در پنهانی به سر می برد مرا طلبید. مؤمن تا عجیب استاد مناظره بوده. وهابیا و تکفیریا از شدت فشاری که بهشون میاد وقتی متونه در موردش میخوان بهش میگن شیطان و طاق از لجشون. میگه من یواشکی صدا کرد گفت بیا اینجا. من نزد وی رفتم. به من گفت ای ابی جعفر، اگر کسی از ما خانواده تو را به یاری خیش بخواند تو چه جواب میدهی؟ گفت جواب چیه؟ آیا همراه او خروج و قیام میکنی یا نه؟ جواب مؤمن تا خیلی جالبه. میگفتم اصول کافی ها، سندش هم علامه مجلسی میگه سندش هم خوبه، کس صحیح میفهمه. گفتم اگر پدر و برادرت مرا بخواهند خواهم رفت. پدرت یعنی امام سجاد، برادرت یعنی امام باقر. گفت من میخواهم با این قوم نبرد کنم بنی امیه، به من کمک کن. گفتم قربانت گردم، احترامش داره میگذاره. خب این نگاه کنید، از امام صادق علیه السلام بزرگتر بوده دیگه. امام صادق پسر امام باقر، این پسر امام سجاد عموشه. و آنچه که در فرهنگ عربی بود، اونی که بزرگتره شیخ عشیره است. الان بنی هاشم بزرگش زیده. اینجا یه نکته وجود داره، امامت عربی یا امامت الهی، خوب دقت کنید. گفت من میخواهم با این قوم نبرد کنم، به من کمک کن. گفتم قربانت گردم، چون این کاری نخواهم کرد. قربونت برم نمیام. جالبه، اون هم محبتم شرمنده شما هستم، قدرت نگفتن داشته باشید تو آخر زمان. و اینه هر روز به یه چیزی دعوتتون میکنم. گفت جانت رو از من دریغ میکنی؟ گفت نمیخواد جانت رو در راه ما فدا کنی؟ گفتم من یک جان بیشتر ندارم، نیستش انباری ندارم که 20-25 تا جون داشته باشم، بازی کامپیوتری نیستش که ریست کنم از اول مرحله بیام 3 تا قلب داشته باشم. این خبران نیست که. اگر در روی زمین امامی جز تو باشد، هر کس از تو کناره گیرد نجات یافته. میگه یه نفر دیگه امام باشه، باید برم جونش رو فدا او کنم. و هر کس با تو بیاید هلاک شده است. و اگر امامی از جانب خدا در روی زمین نباشد، میگم استاد مناظره بوده دیگه، این چه استدلال میگه، کسی که از تو کناره گیرد با آن که همراهیت کند یکسان است. میگه امام هم نباشه که اصلا چه مهمی، من تابع امامم هم. بله اگه پدرت بگه اوکی، برادرت بگه امام باقر اوکی، پسر برادرت امام صادق بگه اوکی، حله. گفتم ای ابا جعفر، من با پدرم سر یک سفره می نشستم. اون جواب داد به مؤمن تو. گفت ببخشید ای ابا جعفر، میگه من با امام سجاد سر یک سفره می نشستم. خوب دقت کنید، او تکه گوشت چرب را برایم لقمه می کرد. میگه همون امام معصومی که تو داری ازش اسم بری بابای ما ها. سر سفره می نشستم، این گوشتی که حالا خود چرب و چیلی هم بود، یعنی میخواد بگه غذای خوبی بود، برایم لقمه میکرد و لقمه داغ را به خاطر محبت و دلسوزی به من سرد میکرد و دادم. میگه این اول سرد میکرد، چرا؟ آیا او از آتش دوزخ به من دلسوزی نکرده است؟ میگه تو داری به من میگی که من بدون اذن امام اگر قیام بکنم و خودم امام نباشم، هم خودم رو هلاک کردم هم بقیه رو، و جهنمیم. چطور میشه پدر من که نگران سوختن من تو این دنیا بود نگران سوختن من تو آخرت نباشه؟ لقمه میخواست تو دهن من بذاره، سرد میکرد این لقمه رو تو دهن من میذاشت. خیلی استدلال قشنگه بود. پاسخو بشنیم. میگه و از دین و مسئله امامت به تو خبر داده و به من چیزی نگفته است؟ میگه پدر من، برادر من، اینا از امامت به تو گفتن، به مایی که بچه شونیم بالاخره نزدیکترشونیم، از نظر فیزیکی بیشتر ما رو میدیده و اینقدر نگرانمون بوده، دوستمون داشته،
بعد اونجا هیچی نگفته برم بسوزم، نگران سوختن من تو دنیاست، یه ابدیت برم تو جهنم، من ماتولم یعرف امام زمانه ماتمیتتن جاهلیه، و چی میشه به مرگ جاهلیت بمیرم؟ عرض کردم قربانت گردم، مومن اتاق جواب میده خیلی محترمانه، قربونت بشم، چون تو را دوست داشته و نمیخواسته به آتش سوخته شوی خبرت نداده است. خیلی ظریفه نکتش، زیرا میترسیده که تو از وی نپذیری که تو امام نیستی و برادرت امام است، و از آن جهت به دوزخ روی، ولی به من خبر داده است. میگه ببین، نمیخواسته جهنمی بشی، میدونسته برگرده به تو بگه که ببین تو امام نیستی، آره من امامم پسرم، عجب امام بعد تو کیه؟ برادرت. چرا من نه؟ خدا خواسته حسادت گل کنه، من حسادت گل میکنه برای برادر، بین برادر قرآن بخونیم یه سر میبینیم بله 10 تا برادر یه داداش دیگر بسر حسادت انداختن تو چاه. اون موقع مخالفت تو با او مخالفت با امام زمان است و قطعا جهنمی هستی و بدترین آتش خواهی سوخت. اما یک موقع شما به امام زمان حسودی میکنی، یه موقع شما به آدم عادی حسودی میکنی، دو تا از جنسش یکیه؟ خیر. یه موقع ولی یه معصوم رو سر میبری، یه موقع یه آدم دیگه رو سر میبری. یعنی بعض موقع این دانستن ندانستن رحمت امامه که به عده داره میرسه. ولی به من خبر داده است که اگر بپذیرم نجات یابم و اگر قبول نکردم از دوزخ رفتن من باکی بر او نباشد. سپس به او گفتم قربانت گردم، شما بهترید یا پیامبران خدا؟ گفت، یعنی زید بن علی، گفت پیامبران. عرض کردم یعقوب به یوسف میگوید داستان خوابت را به برادرانت مگو، مبادا برایت نیرنگی بریزند. او خوابش را نگفت و پنهان داشت. خواب چی بود؟ انی رأیتو، من دیدم، 11 کوکب، 11 تا ستاره دیدم، و شمس و القمر، ما و خورشید که چیکار دارن میکنن؟ لی برای من ساجدین، سجده دارن میکنن. این یعنی چی؟ یعنی حضرت یوسف ولایت داشت بر پدرش و بر مادرش و بر 11 تا برادر دیگش. خب این خبر امامت رو بیام اعلام رسمی کنم من یعقوب، بیام بگم که برادر رو جمع بشید، آشقام شما هم بشینید، من پیغمبر ها؟ چی کلیپ های از این در میاد، من پیغمبر میان یه دوی پیغمبری هم کرد. آره، ما هممون باید ولایت ایشون رو بپذیریم. چند سالشه؟ بچه 7-8 ساله. برادرها اینو نمیدونستن، سر همین که پدر بیشتر تحویل میگرفت یوسفو، سر این که یوسف استعدادهای بیشتری داشت انداختنش تو چاه. اما اگر میدونستن اون موقع امامشون رو انداخته بودن تو چاه. فرقش تو اینه، حضرت یعقوب هوای بچه هاشو داره، آخرم میدونید عروض لباش آباد به خیر شدن، یا ابانا استغفر لنا، اومدن گفتن بابا راست میگفتی، مرور زمان میخواست. اینجا مامان اتاق به زید بن علی میگه زود بود تو بفهمی امامت یعنی چی، الان من بهت میگم. زید فرمود بله، او خوابش را نگفت و پنهان داشت از نیرنگ آنان در امان باشد، همچنین پدر تو مطلب امامت را از تو پنهان کرد زیرا بر تو بیم داشت. گفت اون موقع دیگه حسادتت حسادت عادی نبود، به امام زمان حسودی کرده بودی، بیچاره بودی، شهادم قسی القلب میشه. زید فرمود اکنون که چنین گویی بدان که مولایت، یعنی امام صادق، در مدینه به من خبر داد که من کشته می شوم و در کناسه یا کناسه کناسه کوفه به دارم می زنند
و همانا نزد وی صحیفه و کتابی است که در آن کشته شدن و به دار آویخته شدن من در آن نوشته شده. گوه اینها این مولای تو ممصده از اخبار غیب میگه. یعنی یه فرقای هست بین ما. احول میگوید، یعنی هم مؤمن الطاق، من به حج رفتم و گفتگوی خود را با زید را به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم. فرمود تو راه پیش، پس، راست، چپ، بالا و پایین را برو بستی و نگذاشتی به راهی قدم بردارد. یعنی عجب مناظره ای کردی، چقدر خوب جوابش دادی. یک برداشت دیگه هم برخی از عزیزان از این روایت کردن که زید از امام صادق اجازه اذن قیام داشته، منتها اجازه نداشته به کسی بگه. افراد رو که دعوت میکرده نمیتونسته بگه، به زبان بی زبانی بهش فهمونده که بابا من میدونم تهین ماجرا کشته شدنه. اینم هست، اینم بگم یه وقت نگن عزیز من، حجت ها داره تمام میشه، کرور کرور آدم دارن از آتش به نور میرن، کرور کرور آدم از نور به آتش دارن میرن. یخرج هم من الظلمات الا النور. و برعکسش با چی؟ با همین حجتهایی که خدا داره تمام کن. و نمیبینیم چه اتفاقی داره تو جامعه میفته، چون این آتش هنوز سرده. مبادا من سر لج و لج بازی امروز با اتفاقی مقابله ای کنم که خدا منو بفرسته توی اون لیست، بگه تو هم با اونایی، حجت بر تو تموم شد، کور که نبودی که، جلو چشت این اتفاقات افتاد. و رحمت در عین غضب و غضب در عین رحمت. امام تجلی صفت ارحم الراحمین خداست. بدون یکی از دلایلی که نقل شده در روایت که امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها جنگ به راه ننداخت، اینو خوب بدونید، چون میگه اکثریت مسلمین جهنمی میشدن، حضرت نمیخواست این دو قطبی شکل بگیره. خیلی نکته ظریفیه، میخواست هدایتشون کنه، همونایی که فاطمهشو زده بودن. میبینید؟ بعد من تو امید نداشته باشیم که اون آقا دستمونو بگیره. ما هر چقدر هم بد باشیم به این بدی نیستیم. یه روز در بین اهل بیت امام حسن به حاضر جوابی معروف بوده، امام حسن مجتبی علیه السلام. این مروان از امام حسن میترسید، میرفت یه سال دو سال کار میکرد، یه بحثی رو خوش آماده میکرد، میومد امام حسن تو جمع خطاب ارمده حضرت با دو سه تا جمله ناکاوتش میکرد. یه روز تو مسجد نشسته بود، کلی توهین کرد. امام حسن هیچی نگفت، یه گوشه نشست. خب این یعنی بخشیده دیگه، بزرگواری کرد. گفتن آقا کاری نکردی، حضرت فرمود خواستم تماما حواله اون دنیا داده بشه. شما در ظاهر چی دیدید؟ رحمت. باطنش چیه؟ ته غضب. که قد یه انگشت، قد یه حرف، قد یه جمله خودم با تو تسوی حساب نکرده باشم، همش حواله اونور. اینو غضب الهیه که میگه به یه سری از آدمای بیخود رو این دنیا، به کفار خدا مهلت میده، رفاه برشون به وجود میاره، پول بهشون میده، عمر طولانی میده، سلامتی بهشون میده، میگه خوب گناه کن. آیه قرآنه. و اگر بارها عرض کردم ما بی ارزه نمی بودیم، خدا میفرماید از شما مؤمنین میترسم، و الا انقدر از دنیا به اینا میدادم که نردبون و سقف خونهشون از طلا باشه. منتها چه کنم که شما دو تا ماشین شاسی بلند اونور ببینید و اینم دو تا خونه نمیدونم دوبلکس ببینید، تشتک ایمانتون میپره. کم نمیشنویم که ها خدا کی میخواد صاف کنه، خدا کجاست، چرا همشون بر مال بدبخت بیچاره هاست. بله که باید برای بدبخت بیچاره ها باشه. برای چی؟ برای اینکه همین الان اگه برای هر کدوم جمعی که من و شما اینجا نشستیم ما 5 میلیون حقوق بذارن، یه خونه هم به اون بدن، یه ویلا هم به اون بدن، یه ماشین خوبم بدن، اصلا امام زمان میخوام چیکار؟ امام زمان میخوایم چی کار؟ میگیم عالی زندگی. عزیزم اللهم عجل ولیک الفرج گفتن
یه مقدماتی داره، یه صفاتی در ما باید پرورش پیدا بکنه، یه آمادگی هایی باید شکل بگیره. اگر این صفات رو جامعه و همین مدلی که گفتم در خودمون پرورش ندیم، در فتنه آخر زمان خواهیم سوخت. وسائل و شیعه جلد 16 صفحه 179 آخرین روایت که عرض میکنم، خوب نهایت داشته باشید. سمعت الرضا علیه السلام، یه شنیدم از امام رضا، یقول ان ممن ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنه على شيعتنا من الدجال. الله اکبر. به راستی برخی دوستان ما اهل بیت کسانی باشند که فتنه انگیزتر است برای شیعه ما از دجال. یه سری محبان ما اهل بیت هستن، از دجال خطرناکترن، فتنه که تو آخر زمان درست میکنن بدتر. این فتنه من و شماست. آقای امام رضا فرمودیم کجا دلمون بذاریم؟ فقلت یا ابن رسول الله به ما ذاق آمد چی؟ یعنی چی؟ خواه چطور ممکنه همچین چیزی؟ دجال که دیگه تای پدر سوخته های عالمه. قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا، با دوست داشتن دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما. انه کان کذالک اختلط الحق بالباطل، حق بالباطل و اشتبه الامر فلم یعرف مؤمن من منافق. به دوستی با دشمنان ما و دشمنی با دوستان ما که چون این باشد، حق و باطل به هم میآمیزند و امر مشتبه شود و مؤمن از منافق شناخته نشود. میبینی ویژگی اینا چیه؟ چون از بین خودمونن، وقتی علمی بردارن کلی از خودیا گیج میشن. اینا چه جوری میتونن علم فالس فلگ بردارن، علم اشتباه، پرچم اشتباه بردارن؟ اینطور که میان با دوستای ما دشمنی میکنن، با دشمنای ما دوستی میکنن، گیج میشه. اینه که حضرت میفرماد اگر اجتماع قلوب میداشتید، در چی؟ در آنتالیا رفتن، یا مثلا در چی؟ در مثلا بریم یه جا مثلا ورزش گروهی کنیم. منظور چیه؟ اجتماع در چی؟ اجتماع قلوب در سر چه اتفاقی؟ بر اون عهدی که با ما دارید. سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد، شما خودتون مانع ظهورید. اصلا این شما منو حبس کردید و خدا کلید رو دست شما داده و تو شما در این زندان رو باز نکنید، من نمیتونم بیام بیرون. طرف نمیدونه داره یه اخباری میشنوه، یهویی نمیدونه چی به چیه، یهویی یکی طرفداری میکنه، یه کشور دیگه سو به یکی دیگه فوش میده، بعد این طرف میگه خب این که محب اهل بیت الان مثلا نظرش در مورد روسیه اوکراین چیه، در مورد آمریکا و یمن چیه، قراقاتی میکنه میریزه به هم. یا ببینید بابا طرف تو لباس پیغمبر استوری گذاشته، باش ها لباس دیگه. یه جو میگن لباس پیغمبر، لباس پیغمبر میگن مثلا معاویه هودی تنش میکرد، خب اونم همین لباس داشته دیگه. هرچند قبول دارم این عرفن الان این لباسه و باید احترامش حفظ بشه و نماد شده و بایدم محترم باقی بمونه و هیچ کس هم به اندازه پوشندگان این لباس، ملبسین به این لباس و این نماد، بهتر نمیتونن احترامش رو حفظ کنن. پس قاطی نکنید فتنه های نزدیک زور، که فتنه دجال، فتنه در این یعنی کل ماهواره ها شبکه های اجتماعی نتونستن کاری کنن، یه حاج آقا یه حرکتی میزنه نصف مملکت هوا میره، یه مدعی یه کاری میکنه مملکت میره هوا، یه سخنران یه کاری میکنه مملکت میره هوا. چقدر آماده ای برای این چیزا؟ تو باید حق رو بشناسی. تو اگر اون صفاتی که عرض کردم با همین جامعیت، با همین آمیختگی که با هم دارند،
در خودت به وجود نیاوردی چپ خواهی کرد. طرف میگه ما تو سوریه چیکار میکنیم؟ بچه مردم کشته میشده. الان میگه باید بریم تو اوکراین بجنگیم. تو چند چندی تو؟ میگه آقا این فتنه است، این نقشه است. شیعیان افغانستان نباید جلو طالبان قرار بگیرن. این غربگراهای افغانستانی اشرف غنی و سیستمش خالی خواهند کرد. تو میمونی جلوی طالبان، این جنگ به سود ما نیست. میگه آه چی شده؟ از جنگ میترسی؟ باید به گروه خونی ما که نمیخوره برکی بخوره. اینا چیزی نیست، فتنه هایی در پیش. چقدر خودمون آماده کنیم؟ عرف الحق تعرف اهل، تو حقو بشناس که اهلشو بشناسی. بابا من شابلون دارم، شاغول دارم، هر کی توش جور در اومد مخلصتون هستیم، هر کی زد بیرون گروه پدرش صلوات. تعارف نداریم با کسی. بابا آخر عاقبتمونه، جهنم و بهشتمونه، با کی تعارف کنیم؟ من با بابام هم تعارف ندارم. و از این برداشت میشود، نکته عکسش چیه؟ که یک حق و باطل باید از هم جدا شه. میگه یکی از ایرادات اینه که حق و باطل رو دوباره هم قاطی میکنن، گیج میشن مردم دوباره. دو، باید اتمام حجت صورت بگیره. و هیچ، سه، هیچ کی مثل خود ما انقلابی ها و شیعیان نمیتونه حق و باطل رو به هم بیاموزه. و چقدر اینجا نفس مهمه. کسی میتونه اینجا بیسته به جنگ با نفسش قبلا جنگیده. و نکته آخرش چیه؟ نکته آخرش اینه که خب برعکس اینو باید عمل کرد. دوستی با دوستان و دشمنی با دشمنان. خب الان برید جبهه انقلاب رو یه ملاحظه ای بفرمایید. این به اون میگه دوست، اون به اون میگه فاسد، اون یکی میگه قدرت طلب، اون یکی میگه پدر در میارم، اون یکی میگه لیست اونجوری بسته، یکی میگه چرا این شکلی نمیسته. یه مش دل و دیوان افتادن تو هم. و اندازه مغز کوچیکشون دارن تحلیل سیاسی میکنن که به آخرت مردم دست. نمیفهمن کجا باید وحدت کنن، کجا حجت تمام کنن. هر کدوم جایی داره برای خودش. حرف زدن کاری نداره، افشاگری کاری نداره. به خدا قسم کمتر کسی به اندازه من این قابلیت رو داره توی مملکت. ما محل رجوع مردم شدیم، لطف دارن بعضا یه سری چیزا رو میان به ما میگن که بعضی از این آقایون امنیتی رو ما یه جایی مثلا میبینیم وقت بهشون میگیم فیوزاشون میپره. خب حالا این زمان گفتنشه. جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، اما چیز داره ها، کلاس داره. بگی مثلا آه چه افشاگری. پازل دشمن تکمیل نمیکنه، حق و باطل در هم نمی آمیزه، جبهه حق رو تضعیف نمی کنه. آقا 20 تا فاکتور رو باید بررسی کنی به یه نقطه برسی بگی الان وقتش هست یا نیست. پس تو این شیر تو شیر و این شلم شوروا و این بازار شامی که درست شده، خوب جنس انتخاب کن و خودتو نگه دار. یک جایی فقط شما دیگه باید خون بدی تا اثبات کنی که به خدا زینف نیستن. چاره ای نداری. خیلی از کسایی که اومدن زیر تابوت آوینی وایستادن، کسایی بودن که خون به دلش کرده بودن. این جلسه اون جلسه زیرا بهشو میزدن، فحش بهش میدادن. خونش که ریخته شد حق و باطل از هم جدا کرد. اصلا ویژگی خون اینه. این شهیدا نمیرفتن خونشون ریخته نمیشد که الان ما نرم کدوم چهارشنبه بازاری بودیم. این که میگن دعای غریق بخونید که خود تو آخر زمان که آقا من دینم سالم بمونه. یه طرف صبح میره بیرون مؤمن، شب برمیگره کافر. چی شده؟ حجمه ها زیاده. مگه میشه یه نفر رو یه شب فاتحش رو خون تو 7-8 ساعت ایمانش رو پرون؟ بله. چه؟ به شرط یه مؤمن ایمانش رو بپرونه. اینه نکتش. به شرط یه مؤمن ایمانش رو بپرونه.
خودمون رو جمع کنیم و آماده کنیم و مهیا کنیم. خب من که توقیت نمی کنم، میدونید خوشم هم نمیاد، کلی علی توقیت کننده ها صحبتم کردم، سخنرانی هم کردم، اما موضوع جهانی جوری دیگه. ای کاش میشد راجع به این چیزا حرف زد، ای کاش میشد حرف زد راجع به این چیزا، و برخی سوء استفاده نمی کردن و برخی به اشتباه نمی افتادن، راحت میشد حرف زد. یک فرصت کلیدی آخر الزمانی فراهم شده، عین زمان تغییر قدرت در خدمت شما عرض کنم، بنی العباس و بنی امیه، که دو امام ما درخشیدند، امام باقر و امام صادق علیه السلام، و مکتب و مذهب ما رو ساختن. امروز تو دنیا اون اتفاق داره میفته، غرب در حال افول، شرق در حال برخاستن و درگیر با هم. اساسا میدونید، حالا نمیگم این قرقیزیاسا، نه، قرقیزیا از نظر مفهومی هم چه حالتیه دیگه، دشمنان شیعه میفتن به جونم و معصوم فرموده بشین کنار نگاه کن فقط حالشو ببر. بله، قرقیزیا خودش یک موضوع، یک جاییست در سوریه که همین چاهای العمر اونجاست، همین دو روز پیش هم اونجا موشک بارون شد، یه شهر قدیمی بود، الان چای نفت داره، ترکیه خیلی روش نظر داره، این تکفیری ها نظر دارن، آمریکایی ها نظر دارن، هرچند قیمت نفت بره بالاتر و نظر بیشتر میشه طبعا. اما این قرقیز یک مدل رفتار داره به ما یاد میده، میگه توی جنگای بی خود وارد نشید، وایسید نگاه کنید با شرق و غرب تضعیف بشن. خیلی از این نشانه هایی که تو روایت برای ما گفته بودن، آدم اینا رو محقق شده میبینه دیگه، اون یه اتفاق افتاده دیگه، از سر و وضع گرفته تا زندگی و تا ربا و نمیدونم برگشتن همجنس بازی و نمیدونم چی و چی و چی. خب چی باید بشه دیگه؟ خب ولش کن، اینا مهم هست، مهمتر اینه که کلید دست کیه، دست من و تو یا دست شیخ حسنه. کلید ظهور، کلید امام حبس شده، ترید شرید، این دست ماست و اینجاست که مؤمنین باید حواس جمع باشن، دقت کنن، مراقب باشید، توییت میزنید مراقب باشید به کلماتتون، یا چی مینویسید، قضاوت میکنید مراقب باشید، لایک میکنید مراقب باشید. این هم یه تیریبونیه دیگه، تو همه شبکه های اجتماعی، من حالا چون خودم تو توییتر هستم دارم مثال میزنم، همه جا همینه، و مردم آگاه بکنید، امید بدید به ظهور حضرت. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خدا را تو را سوگندت میدیم به خون این شهدا، هر چه سریعتر ظهور امامون، آقامون، امیدمون، مولامون، تنها ملجا و پناهمون رو برسون. انشالله روزی برسه شارن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت دائی فی الحاضر و البادی، که این شهدا قبرها رو میشکافن، برمیخیزن و رستاخیزی خواهد بود، چه بسا در همچین جایی. خداوند انشاءالله ما را از فتنه های آخر الزمان در امان بداره، انشاءالله ما را عامل به این حرف ها قرار بده، و انشاءالله با چشم سرمون ظهور حضرت رو درک بکنیم. این مردم خیلی زحمت کشیدن، هزینه دادن، خون دادن، عزیز دادن، پول دادن، آبرو دادن برای دفاع از حقانیت. انشاءالله خداوند این مردم رو قوم و مردم ظهور حضرت صاحب الزمان قرار بدهد و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.